با این نامه شروع شد. 6 ماه پیش شائبه بیشبود ارزش خبر تخلف ارزی یک شرکت لبنیات معروف، گمرک متوجه شده که ارزی که برای کالا اظهار کرده، کالای خودش رو به گمرک، بیشبود ارزش متصور شده. شرکتی که ارز دولتی گرفته تا کره حیوانی وارد کند، اما با بالا اعلام کردن قیمت مقداری از ارز دولتی را تصاحب کرده. از نظر دفتر تخصصش که ارزش هست، این بیشبودها وجود داشته. گمرک اما طی ماهای گذشته اول زمانبندی هایی را برای اعلام حکمان اعلام کرد. او هفته است از دفتر ارزش برای بدوی صادر است. کمیسیون رسیدی اختلافات گمرک هم ظرف 3 روز نسبت به صدور رأی اقدام. و بعد هم گفت که اصلا حکم این پرونده دست گمرک نیست و کمیسیون رسیدگی به آن یک کمیسیون مستقل است. رأیی که صادر میکنه به عنوان مرجع قضایی هست و خارج از اراده گمرک هست و گمرک باید تمکین کنه. اما رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی هم بعد از گذشت 6 ماه از شروع پرونده همچنان اعلام حکم را به بعد موکول کرد. امید داریم که به هم ترتیب پیش بریم و به دور اساسی و بدون جانبداری از چه گمرک و چه صاحب کالا رأی خودمون رو برای بقیه پرونده ها صادر کنیم. امروز اما در نشست خبری گمرک، رئیس گمرک از رسانه ها خواست تا به کمیسیون فشار نیاورند تا هر وقت که امکانش بود نتیجه را اعلام کند. به نظرم میرسه که اگه که یه فرصتی بدیم که اینا کارشون تحت فشار فردا نیان بگن که سیما فضایی رو درست کرد که اینا مجبور شدن این رأی رو بدن. در نهایت اما امروز بعد از پیگیری های رسانه ملی، زمانی که به حل این پرونده ها میخوره دست رو برای حالا بعضی افراد که دنبال سودجویی هستن باز میکنه. اخبار جدیدی از نتیجه این پرونده شنیده شد. ساعتی پیش رأی این پرونده، یعنی حدود 34 پرونده اعلام شده، یعنی صادر شده، و در 1-2 روز آینده خب طبیعیه که باید به صاحب کالا این رأی ابلاغ بشه. روند رسیدگی به این گونه پرونده ها باید سریع و در اولویت باشد، چرا که همین روند طولانی و فرسایشی از جمله عواملی است که میتواند از یک سو فساد ایجاد کند و از سوی دیگر خیال متخلفین را برای ادامه سوء استفاده هایشان راحت کند. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.